سلام، امروز قصد داریم مدل معروف دیگه ای در زمینه نرخ بهره رو ارائه بکنیم که مدل کاکس اینگر سولراس یا به اختصار مدل CIR هست. این مدل یه لول پیچیده تر از مدل واسیچک هست که در جلسه قبل معرفی کردیم. چارچوب کلی مدل شبیه همونه، یعنی ما در همون مدل ریسک خونسا برای قیمت ورق قرضه بدون کوپن هستیم و اون چیزی که اسپسیفای میکنیم اینجا و تعیین میکنیم در واقع مدلی هست که حاکم بر RT هست. اگر این مدل رو مقایسه کنیم با مدل واسیچک که در جلسه قبل داشتیم، این در واقع مدل CIR هست. و این مدل در واقع واسیچک بود که در جلسه قبل بررسی کردیم. که همونطور که میبینید، حالا این تفاوت این جمله که خیلی جزئی هست با تغییر متغیر و هم قابل تبدیل هستن، تفاوت اصلی توی جمله WT هست که توی مدل واسیچک ما یک جمله ادیتیو یا جمعی داشتیم، یعنی یه ضریب ثابت ضرب در حرکت براونی بود، ولی در مدل CIR ما یه تابعی از خود RT یا نرخ بهره لحظه‌ای داریم که خب تابعش هم تابع ساده ای نیست، تابع رادیکالی هست. در مدل واسیچک این جمعی بودن نویز، یعنی اینکه ضریب ثابتی از DWT بود، منجر به این میشد که RT کلن یک فرایند گاوسی بشه، اما در مدل CIR اینطور نیست و به دلیل غیر خطی بودن این جمله نویز دیگه فرایند گاوسی نیست و یکی از اهدافمون توی همین قسمت این هست که در واقع بتونیم توضیح همین RT رو هم بررسی بکنیم. و از نظر مالی هم سوالات اصلی که جواب خواهیم داد یکی این هست که حالا بعد از این که در واقع توضیح خود RT نرخ بهره لحظه ای رو راجبش صحبت میکنیم، بعد از اون راجب فرمولی برای در واقع قیمت ورق قرضه تو این مدل ارائه میکنیم و همچنین در واقع قیمت فرمولی برای قیمت اختیار اروپایی روی ورق قرضه که در واقع این سه تا کار رو انجام خواهیم داد در مدل CIR و در این سه تا کاریه که برای مدل واسیچک هم ما در واقع انجام دادیم. خب بریم در مدل CIR. اولین نکته ای که کتاب در واقع اشاره کرده بهش و نکته مهمی هم هست این هست که از کجا معلوم این SDE اصلا جوابی داشته باشه. ببینید، ما یه قضیه اساسی وجود جواب برای معادلات دیفرانسیل تصادفی داشتیم که اون یه شرطی داشت. یکی از شرایطش این بود که ضرایب تابع لیپشیتس باشن که خب از قضا اینجا تابع رادیکال تابع لیپشیتس نیست و یه مشکل دیگه هم که تابع رادیکال داره اینه که زیر رادیکال نباید منفی بشه و تضمینی نیست که جواب SDE منفی نشه. پس اینجا خود وجود جواب این به نظر میاد نیازمند یکم کار باشه که البته ما به اون نمیپردازیم، از قضیه که در زمین اثبات شده استفاده میکنیم که
همین قضیه 622 هست که تضمین میکنه این SDE که هم SDE بالا، فقط به جای R گذاشتیم X دوش، این به ازای هر شرط اولیه مثبت X دارای جواب هست و دارای جواب نامنفی هست و جوابش هم یکتا هست. بنابراین ما با خیال راحت دیگه از وجود جواب این معادله استفاده میکنیم. اینجا یه ویژگی دیگه هم از جواب این معادله SDE گفته که البته ما فکر میکنم نیازی بهش نداریم، فقط جهت اطلاع مطرح کرده، شاید هم تو بعضی اثبات ها استفاده بشه که راجع به صفر شدن جواب این SDE هست. صفر شدن X، صفر شدن X T، یعنی T هایی که X T صفر میشه، از این جهت مهمه که XT مساوی صفر دقیقا جایی هست که تابع رادیکال خب دیگه تعریف شده نیست و و هموار نیست، یه طرفش تعریف شده نیست در واقع، و دقیقا اونجایی که لیپشیتسی، شرط لیپشیتسی خراب میشه و اینجا اون زمان صفر شدن، اولین زمان صفر شدن رو با یه زمان توقف تا صفر X نشون میده و تو این گزاره داره میگه که به ازای مقادیر مختلف پارامترها اون تا صفر x چه وضعیتی داره. ببینید اگر a بزرگتر مساوی سیگما دو دوم باشه در حالت اول، تو این حالت تا صفر x به احتمال یک بی نهایته، معنیش اینه که این SDE هیچ وقت صفر نمیشه اصلا، یعنی ما هیچ وقت به اون نقطه مشکلدار x مساوی صفر نمیرسیم. اگر a بین صفر و سیگما دو دوم باشه و بی بزرگتر مساوی صفر باشه، در این صورت حتما صفر میشه جواب این SDE زمانی، یعنی با احتمال یک این کمتر از بی نهایت است. و اگر آ توی این فاصله باشه و بی منفی باشه، اون وقت هم احتمال داره که فرایند هیچ وقت صفر نشه و هم احتمال داره که صفر بشه، یعنی احتمال صفر شدن ایکس تی در یک زمانی این بین در واقع صفر و یک خواهد بود. دقت کنید که متغیر آ همیشه باید بزرگتر مساوی صفر باشه. اینجا فرض نان نگاتیو بودن آ رو داریم و این لازم هست برای اینکه جواب این SDE در واقع منفی نشه، چون اگر آ کمتر از صفر باشه در نقاطی که احیانا آرتی صفر بشه یا اینجا ایکس تی صفر بشه، بلافاصله بعد از اون به دلیل منفی بودن آ، این هم که صفر، این هم که صفر، باعث میشه که ایکس تی هم منفی بشه، در حالی که ما میخواهیم ایکس تی نامنفی باشه چون زیر رادیکال هست. و من یادمون باشه که آ و همچنین البته سیگما پارامترهای نامنفی هستن اما بی دلخواه هست. حالا یادمون باشه که ما هدفمون چی بود. هدفمون حداقل این دوتا هدف اول که اول بهشون میپردازیم، به دست آوردن توضیح آرتی و نیز فرمولی برای پی تی او تی بود. یادمون بیاد پی تی او تی در واقع چی بود. ما پی تی او تی رو تحت اندازه ریسک نوترال به شکل امید یه انتگرالی، ای به توان یه انتگرالی از همون RS که در SDE CIR الان داره صدق میکنه به دست میبوریم. طبق معمول میتونیم این T کوچیک رو صفر بذاریم، اگه فرمولو برای اون به دست بیاریم برای حالت کلیش هم مشابهن به دست میاد که در اون حالت، یعنی برای پی صفر و تی، این دیگه امید شرطی نیست بلکه یه امید عادی هست نسبت به اندازه ریسک نوترال. پس ما در واقع میخواییم این امیده رو حساب بکنیم. برای اینکه این امیده رو حساب بکنیم، مثلا نیاز داریم که این ای به توان منفی انتگرال صفر تا تی آر اس دی اس رو توضیحش رو داشته باشیم. از طرفی خود توضیح آر تی رو هم ما میخواییم. و اتفاق خوبی که میفته در مدل CIR به طور کلی، یکی از دلایلی که باعث شده این مدل معروف بشه، این هست که میشه این توضیح تو اما به صورت اکسپلیسیت و صریح براش فرمول به دست آورد. یعنی حتی میشه توضیح توام RT و انتگرال RT رو همزمان به دست آورد.
که حالا ما چون دیگه R رو با X جایگزین کردیم تو این SDE، دیگه از این بعد با X کار میکنیم. بنابراین به نوعی ما میخوایم توضیح توامه X و انتگرال X رو در واقع به دست بیاریم که این گزاره این کار رو برای ما انجام میده. خب این گزاره یه مقدار فرمولش پیچیده است ولی مفهوم در واقع نسبتا ساده ای داره. یکم سعی کنیم بفهمیم این گزاره داره چی کار میکنه. روی ما گفتیم هدفمون محاسبه توزیع توأم این دوتا متغیر تصادفیه، یکی خود x در زمان t، یکی هم انتگرال x از زمان 0 تا t. چجوری ما میتونیم توزیع توأم دوتا متغیر تصادفی رو معرفی کنیم؟ یه راهش اینه که مثلا تابع چگالی توأمشون رو معرفی کنیم، ولی خب خیلی جا از جمله اینجا اون ممکن نیست. به جاش میتونیم مثلا تابع مشخصه توأم یا تابع تبدیل لاپلاس توأم اون دوتا متغیر تصادفی رو مشخص کنیم که این دوتا خیلی با هم مربوطن، یعنی تبدیل لاپلاس و تابع مشخصه. تابع مشخصه در واقع تبدیل فوریه است و تبدیل فوریه و تبدیل لاپلاس توی یه دونه آی با هم فرق دارن. معمولا میشه این دوتا رو از روی همدیگه به دست آورد. این گزاره کاری که میکنه تبدیل لاپلاس توأم این دوتا متغیر تصادفی رو داره میده که همین عبارت سمت چپه. بنابراین وقتی ما میگیم که مثلا x و y دو متغیر تصادفی باشن، تبدیل لاپلاس توأم وقتی میگیم یعنی امید یه همچین چیزی. اگه امید ای به توان منفی لاندا x رو من بنویسم، این تبدیل لاپلاس xه. تبدیل لاپلاس x معمولا وقتی متغیرهای x و y متغیرهای بزرگتر مساوی صفر هستن از تبدیل لاپلاس استفاده میشه، چون در این صورت حتما برای لانداهای بزرگتر مساوی صفر این تعریف شده هست، چون ای به توان منفی از یک کمتره پس امیدش متناهی. مشابهن مثلا ای به توان منفی میو وای هم میشه تبدیل لاپلاس وای. و شما اگه برای اینکه بتونید توزیع توأم اینا رو به دست بیارید، باید تبدیل لاپلاس توأم اینا رو داشته باشین، یعنی به توان منفی لاندا ایکس منهای میو وای، این میشه تبدیل لاپلاس توأم ایکس و وای. و با داشتن تبدیل لاپلاس توأم خیلی کار میشه که اولا که خود تبدیل لاپلاس حاشیه‌ای رو میشه به دست آورد از روش، کافیه مثلا میو رو صفر بذارین یا لاندا رو صفر بذارین. بعد میشه توزیع توأم به دست آورد با تبدیل لاپلاس وارون، تابع چگالی توأم به دست آورد و اینها رو همه رو میشه به دست آورد. حالا اینجا ما همین کار رو میخوایم برای این دوتا متغیر تصادفی، یعنی یکی خود x یکی هم انتگرال صفر تا t x در واقع به دست بیاریم. پس ای به توان منفی لاندا در خود x، ای به توان منفی میو در انتگرال x. امید این عبارت رو ما میخوایم که بتونیم به دست بیاریم. و این قضیه داره اینو به ما میده، یه فرمول صریح براش میده. البته فرمول پیچیده‌ای هست، ولی نکتهش اینه که یه عبارت به فرمول مشخصه، یه عبارت دترمینیستیک و غیر تصادفی هم هست. میشه این تابع تبدیل لاپلاس توأم داره میشه ای به توان منفی آ در یه تابع فی، ای به توان منفی ایکس در یه تابع سای، که این فی و سای تابع فی و سای به این صورت داده شده. میتونید ببینید کاملا بر حسب پارامترهای مسئله هستن دیگه. سیگما که در واقع ولاتیلیتی ضریب این ولاتیلیتی توی مدل CIR هست و گاما هم که اینجا خودش معرفی کرده بر حسب همون بیو سیگما و میو هست که اینا هم پارامترهای مسئله هستن. میو دقت کنین همین پارامتر تبدیل لاپلاس، میو و لاندا پارامترهای تبدیل لاپلاس هستن که اینجا ظاهر شدن و میو هم تو گاما ظاهر شده. دیگه سایر پارامترها هم بی هستن و تی هم که زمان هست و دیگه پارامتر خاص دیگه ای اینجا ما نمیبینیم دیگه. بنابراین این تابعای فی و سای هم که دو تابع پیچیده هستن، البته لوگاریتم تابع نمایی و اینها دارن، این هم کسری و نمایی با هم مخلوطه، ولی به هر حال دو تابع قابل محاسبه هست. خب حالا در واقع بریم اثبات اینو ببینیم. اثباتش هم خیلی سخت نیست، یعنی با یک روند منطقی که اتفاقا توی خیلی از SDE هم در واقع کاربرد داره میشه پیش رفت و این عبارت رو، این امید رو محاسبه کرد. خب بریم سراغ اثبات. اثبات از یکی از
در واقع ویژگی هایی که قبلا در مورد ارتباط SDE و PDE ها ثابت کردیم استفاده میکنه، که به منظور من برمیگردم به قبل. این در فصل 5 در واقع این قضیه رو ما دیدیم، اونو یادآوری کنیم و بعد برگردیم ازش استفاده بکنیم. بله، این قضیه 5.1.7 بود که اصولا مناسب هست برای محاسبه امیدهایی به این شکل. وقتی شما یک در واقع عبارتی به این شکل رو بخواین امیدش رو حساب بکنید، که این x در جواب یک SDE هست که حالا با ضرایب مشخص، اینجا مثلا ضرایب اون SDE رو حالا در حالت یک متغیره مثلا همچین فرمی در نظر می گرفتیم و در واقع حالا اینجا هم همونو در واقع نوشته، میخواستیم امید همچین عبارتی رو ما محاسبه بکنیم. حالا اینجا ورژن شرطیش هست، ولی ما کلن امیدش به شرط F0 رو اصلا، یعنی T مساوی 0 رو میخواییم حساب بکنیم، بنابراین حالت خاصی از این هست. و اون قضیه میگه که به ما میگه که در واقع این امید رو اگه اسمشو بذاریم F T و X، این تابع F T و X جوابی از این دستگاه پی دی خواهد بود. یک شرط نهایی داریم U T بزرگ و X و یک در واقع پی دی ای مرتبه دوم هست، U توش صدق میکنه رونده U برونده T علاوه A T U منهای R U، که این A T هم همون مولد اون S D بود که بر حسب همون ضرایب SDE یا عملگر دیفرانسیل مرتبه دوم بود به این صورت. حالا ما اینجا هم دقیقا توی همین موقعیت هستیم، برای اینکه تطابقش بدیم با اون عبارتی که اونجا داشتیم، اون در واقع تابع F رو اینجا یادمون بیاد، تابع F اینجا بود، این تابع F رو در واقع من فکر میکنم خوب باشه که این رو کپی کنیم. بله، من اون رو کپی کردم و بردم اینجا. حالا ما اینو بیایم با اون چی که نیاز داریم مطابقت بدیم. ما در واقع یه همچین امیدی رو میخوایم حساب بکنیم، پس اون تابع F رو باید این بذاریم، اون ای به توان منفی انتگرال هم باید این بذاریم. پس F مون هست تابع ای به توان منفی لاندا X، F X رو میذاریم ای به توان منفی لاندا X، Fی که اینجا هست، و این قسمت رو باید کاری کنیم که بشه این. پس اون R باید باشه R X S، یا برس به R X کوچیک بنویسیم، R X در واقع کافیه باشه به تی لازم نیست وابسته باشه و کافیه باشه منفی میو ایکس، منفی ندیگه خود میو ایکس. پس آره ایکس هم میذاریم میو ایکس. اگه این کارو بکنیم، این اف تی و ایکس اینجا دقیقا همین اف تی و ایکس میشه که ما میخوایم. پس میدونیم از فصل 5 که باید توی یک همچین دستگاه پی دی ای صدق بکنه. کتاب همین رو شبته، کتاب نمیم چرا ارجاع نداده به فصل قبل، دوباره اینجا یه اثبات کوتاهی بر این فکت گفته که تقریبا همون اثبات قبلیه، ولی به هر حال میرسیم ما به این دستگاه پی دی. اگه دقت بکنین همینه، فقط به جای اف گذاشته یو. البته من متوجه نکته تفاوت شدم و فهمیدم که چرا از همون استفاده نکرده، چون این دوتا صورت یه تفاوت جزئی دارن. اون چیزی که تو فصل 5 ما داشتیم در واقع امیدهایی بود که انتگرال از زمان تی کوچیک تا تی بزرگ بود و مقدار تابع تو زمان تی بزرگ رو حساب میکرد. چیزی که اینجا داریم در واقع انتگرال از صفر تا تی کوچیکه و این مقدار این تابع هم تو نقطه تی کوچیک در واقع حساب شده. این باعث شده یه تفاوت جزئی ایجاد شه که درنتیجه مستقیما نشه از این استفاده کرد. برای بعد نیست همین اثبات چند خطیه که اینجا گفته کتاب رو هم ببینیم، کاملا شبیه
همونه، فقط انگار پارامتر تی، پارامتر زمان برعکس شده و همین باعث میشه فقط یک تغییر کوچیکی تو پی دی ایجاد بشه، این رونده اف به رونده تی که اینجا به این صورت بوده بره اون طرف، یعنی اینا همین طرف باقی بمونن، این همون جنریتور هست، این هم همون منای یو، فقط این رونده اف به رونده تی رفته در واقع اون طرف. و اثبات هم همونطور گفتم مثل قبل با ساختن یه مارتینگله، یادتون باشه اونجا هم ما با ساختن مارتینگل در واقع اینو اثبات میکردیم، به این صورت که این عبارت رو تعریف میکنه و بعد با یه فرمول ایتو ساده میتونیم ببینیم که اگر از این دی بگیریم فقط قسمت دی دبلیو توش باقی میمونه، پس یه مارتینگل میشه و در نتیجه امید ام تی میشه ام صفر. اگر اینو بنویسید ام تی رو، امیدش رو بنویسید، امید ام تی دقیقا همین چیزیه که دنبالش هستیم، یعنی همین F T و X. بنابراین پس ما هدفمون الان باید حل این PDE باشه با شرط اولیه ای به توان منفی لاندا X. خب اینو میاد به این صورت حل میکنه، حالا یه جواب حدسی جایگذاری میکنه و شانس هم میاره که اون وقت جواب پیدا میکنه و بعد اونو به دست میاره. جواب حدسیش هم به این صورت هست که در واقع حدس میزنه F به شکل E به توان یه تابع خطی بر حسب X هست، یعنی E به توان یه ثابتی، یه تابعی از T به علاوه X ضرب در یه تابع دیگه ای از T، که حالا اگه اون تابع رو به طور خاصی فاکتور آ ازش بکشیم بیرون، تابع اولی رو، بعد این اف تی و ایکس رو جایگذاری کنید تو این پی دی، یعنی روند اف روند تی بگیرین و روند اف روند ایکس دو روند اف روند ایکس و اینها رو جایگذاری کنید، دو تا معادله مجزا برای فی و سای به دست میاد. معادله سای معادله اودیه مرتبه اول خواهد بود به این صورت و معادله فی هم این میشه که فی پریم مساوی سای. برای میشه تو این معادله اول سای رو حل کرد به دست آورد، بعدش جایگزین ازش انتگرال گرفت، تو معادله دوم فی رو به دست آورد. این شرایط اولیه بدیهی رو هم که داریم که دیگه این کار رو اگر انجام بدین دقیقا منجر به همین معادلات میشه. باید از روش حل ODE های خطی توی درس ODE استفاده بکنیم که دیگه ما محاسبات مبنی اون رو انجام نمیدیم، چون به حال همیشه اگر جواب داشته باشیم چک کردنش خیلی بدیهی هست. الان چک کردن اینکه این سای توی این معادله صرف میکنه کار ساده است و بعدش هم انتگرال این سای هم میشه فی، یا به عبارت دیگه از این فی هم میشه مشتق گرفت، دید که میشه همین سای. اگه ببینید این مخرجی که اینجا هست دقیقا همین مخرجی هست که اینجا هست، از این لوگاریتم هم اگه مشتق بگیریم این لوگاریتم مشتق شده یک تقسیم بر اون و خلاصه به این تبدیل میشه. و بنابراین ما موفق شدیم در واقع تبدیل لاپلاس توام این دوتا متغیر تصادفی x و انتگرال x رو اینجا به دست بیاریم. خب حالا که این قضیه اساسی رو ثابت کردیم، اولین کاری که میخوایم بکنیم به دست آوردن توزیع خود xt. xt یادمون باشه که همون rt بود، یعنی نرخ بهره لحظه، میخوایم توزیع rt رو در واقع به دست بیاریم. پس بیایم تبدیل لاپلاس خود xt به تنهایی رو به دست بیاریم، یعنی اون انتگرال xt رو بذاریم کنار، تبدیل لاپلاس این رو به دست بیاریم. خب کافیه میو رو بذاریم صفر تو فرمول بالا، میو رو که بذاریم صفر میرسیم به این عبارت که خب این به ما در واقع چی میده؟ ای به توان توی این فرمول اگر ما میو رو صفر بذاریم در واقع باید ببینیم که چی به دست میاد. خب ای به توان این آ ضرب در این فیه رو خواهیم داشت که این ای به توان لوگ میشه این عبارت، یعنی میشه این عبارت به توان منفی دو تقسیم بر سیگما دو ضرب در منفی ها، یعنی دو آ تقسیم بر سیگما. میو رو هم تو این فرمول باید صفر بذاریم، میو اینجا خودش رو نشون میده، میو رو که صفر بذاریم باعث میشه گاما بشه بی، گاما رو میذاریم بی، بعد اینجا هم کار میکنیم. خلاصه جایگذاری که بکنید نه چندان سخت، میتونید ببینید که به این فرمول میرسه که بعد یه تغییر متغیری داده L رو گذاشته برابر با این و اون فرمول به این صورت در اومده.
ال دقت کنید بر اساس پارامترهای مثلا سیگما و بی پارامترهای اس دی اصلیمون هستن و البته زتا هم اینجا به این صورت به دست میاد. خب حالا پس چون یه دونه ال همه جا ضرب داره لاندا شده، این اومده این ال رو اوورده اینجا، یه ال تو لاندا ضرب کرده و توی ایکس هم تقسیم کرده و میگه که در واقع ما انگار میخوایم تبدیل لاپلاس ایکس تقسیم بر ال رو به دست بیاریم. تبدیل لاپلاس ایکس تقسیم بر ال، این لاندا ال ها همه میشه لاندا، الاشون حذف میشه و بنابراین در واقع همچین عبارتی میشه که این دلتایی که اینجا هست دلتا رو باید این بذاریم، 4 آ تقسیم بر سیگما 2. خب به این شکل که نوشته اون وقت این تبدیل لاپلاس یه توضیح شناخته شده میشه که حالا ما دیگه الان محاسباتش انجام نمیدیم، ولی توضیح خی اسکوئر با دلتا درجه آزادی و پارامتر زتا که تو تمرین 38 با جزئیات توضیح داده، در واقع اونم تبدیل لاپلاسش همه میشه. و چون تبدیل لاپلاس منحصر به فرده، میفهمیم که پس توضیح این x تقسیم بر l با اون توضیح با متغیر تساوی خی اسکوئر با این دلتا درجه آزادی با هم یکی هستن. و خوشبختانه برای توضیح خی اسکوئر با دلتا درجه آزادی ما تابع چگالی داریم. این نکته آخر همش به این منظور بود که ما بتونیم تابع چگالی اون ایکس تی رو به دست بیاریم. بنابراین ما تابع چگالی ایکس تی رو هم به دست آوردیم. خب البته تابع چگالی پیچیده یه، ولی همین که تابع چگالی وجود داره خودش خیلی نکته مثبتیه، چون در مورد خیلی از توضیحات وجود نداره و همونطور گفتم این یکی از دلایل معروفیت مدل CIR هست که میشه توضیح ها رو و قیمت ها رو اینها رو فرمول صریح براش به دست آورد. توی این فرمول اگه دقت کنیم همین پارامتر زتا رو داریم که این هست و دیگه بقیه پارامترهای مسئله هستن. یه تابع آی هم هست که این تابع بسله که خودش به شکل سریه، فرمول ساده تری نداره، تابع بسل با اندیسنو که این هم توی این فرمول در واقع ظاهر میشه. برای در مجموع تابع چگالیش قابل محاسبه است، ولی خب خیلی پیچیده است، فرمول پیچیده ای داره. بسیاری. پس ما تا اینجای کار در واقع موفق شدیم توضیح آرتی رو در مدل CIR به دست بیاریم. حالا ادامه بدیم مدل CIR رو، بریم سراغ سوال بعدیمون. پس ما از اون 3 تا سوالی که مطرح کرده بودیم یکیش رو جواب دادیم، توضیح آرتی که در واقع دیدیم یک توضیح خی اسکوئر با یه پارامترهای مشخصی داره. سوال بعدی فرمولی برای قیمت ورقه قرض هست که میخوایم به دست بیاریم. خب چون قیمت ورقه قرض نسبت به انتگرال اندازه ریسک خونسا در واقع امید گرفته میشه، بنابراین ما لازم هست که دینامیک آرتی رو بر حسب اندازه ریسک خونسا بنویسیم که خب این کار رو قبلا انجام دادیم، یعنی اون WT رو کافیه تبدیل بکنیم به WT لاتی که فرق این دوتا توی یه دونه ضریب در واقع اینجا سیگما آلفا میشه که این از کجا میومد؟ خب اینجا در واقع داره یه فرض دیگه هم میکنه. ببینید معادله CIR خودش این شکلی بود، اینجا رو نگاه بکنید، آمن های BRT در DAT و الان در واقع ما میخوایم اینو تبدیل بکنیم به W tilde. خب برای تبدیل W به W tilde ما قبلا داشتیم توی یکی از این ریمارک ها که رابطه اینها به چه صورت است، یعنی انتگرال Q فقط باید اضافه میکردیم. بله اینجا W tilde در واقع میشد W tilde منهای انتگرال صفتاتی Q و S DS، این رو هم داشته باشیم که برای اینکه بتونیم اینو جایگذاری کنیم تو بالایی، در واقع این داره میگه که
DWT رو میتونیم بنویسیم DWT داتی به علاوه QAT DT، همون تغییر اندازه ای که قضیه گیر سانوف به ما میداد. و حالا بعد کیو رو داشته باشیم که این کیو رو من اول که مدل STR رو گفتم فراموش کردم بگم که این هم در واقع خودش یکی از فرضیات مدل CIR هست که کیو هم یعنی همون ریسک پریمیومی که ما داریم هست منفی ضریبی رادیکال RT، مثل خود ضریب نویز هست، منتها اون ضریبش سیگما، این آلفا که آلفا هم یه عدد حقیقی توی R هست. حالا بنابراین حالا دوباره بیایم اینجا در مدل CIR وقتی جایگذاری بکنیم ببینیم به این میرسه یا نه. دیگه ببینید الان اگر ما این DWT رو QAT هم دقت بکنید که این پس هست DWT لاتی من های آلفا رادیکال RT DT، این رو جایگذاری بکنیم این تو به جای DWT، اون وقت DRT دقیقا همونی میشه که کتاب نوشته. این آمن های BRT رو که داریم به علاوه آلفا سیگما رادیکال RT در رادیکال RT هم میشه RT، پس میشه آمن های بی من های آلفا سیگما در RT دی تی من های یا در واقع به علاوه سیگما رادیکال RT دی دبلیو تی دی تی، که این دیگه همین چیزی هست که البته فکر کنم منفیشو اشتباه نوشتم، آره چون این منفی داره اینجا پس این به علاوه باشه، بنابراین در واقع همین معادله میشه. که خب این معادله کاملا شبیه همون معادله CIR اصلیه، فقط کافیه این رو اسم رو بذارید مثلا 20 ستاره، این رو بذارید 20 ستاره، همون فرمولای قبلی که داشتیم به جای B بذاریم 20 ستاره، در واقع همچنان برقرار خواهد بود. همونطور که می‌بینیم اینجا تو این فرمولا به جای B گذاشته 20 ستاره. بسیار، پس ما کاری که الان کردیم تحت حرکت براونی W تیلدا، که W تیلدا تحت اندازه پی ستاره حرکت براونی استاندارد هست، SDE R رو نوشتیم، باز دوباره شد یه SDE CIR، فقط پارامتر B شده 20 ستاره تغییر کرده. و حالا هدفمون چی بود؟ هدفمون محاسبه این امید بود دیگه، درسته؟ حالا یادمون بیاد دوباره فرمول اساسی که برای توزیع توأم X و انتگرال X ثابت کردیم اینجا. دفعه قبل ما این امید اینو می‌خواستیم حساب کنیم، این دفعه یه جورای امید اینو می‌خوایم، پس لاندا رو صفر می‌ذاریم، لاندا رو صفر می‌ذاریم، میو رو هم یک می‌ذاریم تو این فرمول. اگر این کارو بکنیم لاندا رو صفر بذاریم میو رو یک بذاریم، جایگذاری‌ها رو که انجام بدین به بله این عبارت خواهید رسید که فیتی و سایتی رو اینجا داده. همونطور گفتم فقط حواسمون باشه که پارامترامون بی شب تبدیل شده به بی ستاره، درجه اون گاماش هم متعاقبا تبدیل میشه به گاما ستاره. بنابراین ما این پی صفر و تی رو تونستیم اینجوری به این صورت حساب بکنیم، ای به توان یه تابعی از آر صفر. حالا نکتهش اینه که دیگه اینجا پارامترها رو هم گفته، و حالا اگه به جای صفر بذاریم تی کوچیک خیلی راحت به این فرم ببینیم، در واقع ما این فرمول رو الان داریم این قسمتش برامون. خب حالا ما می‌خوایم چی رو به دست بیاریم؟ پی تی و تی رو می‌خوایم به دست بیاریم که این همون امید منتها به شرط اف تی کوچیکه، ای به توان منفی انتگرال از تی تا تی آر اس دی اس. خب چون آر اس توی اس دی صدق میکنه، شما به جای وقتی شرطی میکنید به اف تی به خاطر خاصیت مارکوفی، این در واقع مثل اینه که دارین شرطی میکنید به اینکه آر تی مساوی یه مقدار مشخصه، مثلا چه بذاریم ایکس. خب و وقتی این کار رو بکنید انگار که شما همون SDE رو به جای اینکه از زمان صفر شروع بکنید به حل کردن تا زمان T، انگار از زمان T کوچیک شروع کردین تا زمان T بزرگ. پس عملا نهایتا به همین فرمول باید برسیم، فقط باید به جای T بذاریم همون T بزرگ منهای T کوچیک، به جای R صفر هم
در واقع باید بذاریم RT، که این دوتا کار رو اگه انجام بدین و دقیقا میرسیم به این فرمول. خب پس ما تونستیم فرمولی برای قیمت ورق قرضه هم به دست بیاریم. اینم بد نیست مقایسش کنیم با فرمول مدل وسی چک. فرمول مدل وسی چک در واقع این بود دیگه. که اونجا هم حالا اون تابع آر رو فرمولش رو داشتیم، اینجا هم فوتابای فی و سای رو فرمولشون رو داریم. این برای مدل سی آی آر بود، این برای مدل واسی چک بود. و نکته مشترکی که تو هر دو هست این هست که در هر دو مدل پی تی و تی تابعی از آر تیه، یعنی تابعی از نرخ بهره لحظه ایه در واقع هر دو مدل است. که این خب از بعضی جهات میتونه یه نقطه ضعف برای این مدل باشه، به دلیل اینکه لزومی نداره کل ییلد کرو منحنی ثمر فقط وابسته به نرخ بهره لحظه ای باشه در حالت کلی. حال به حال پس هدف دومی هم که داشتیم که محاسبه فرمولی برای پی تی و تی بود، اینجا در مدل سی آی آر محقق شد. و گام آخر هم این هست که میخواد در مدل CIR قیمت اختیار اروپایی با زمان سررسید تتا و قیمت توافق کار رو به دست بیاره، یعنی این عبارت رو که با اون در واقع فرمولی که ما قبلا داشتیم برای محاسبه این، به جای اینکه نسبت به امید ریس نوترال امید بگیریم، میتونیم نسبت به اندازه تتا فوروارد، تتا آتی در واقع امید بگیریم. پس ما در واقع همچین انتگرالی رو میخوایم محاسبه بکنیم. خب اینجا باز خیلی کار متفاوتی نباید انجام بدیم، تقریبا مشابه کاری هست که تو محاسبه پی انجام دادیم. اونجا فقط امید یه تابعی از آر نسبت به اندازه ریسک خونسا بود، اینجا نسبت به اندازه تتا فوروارد. که خب اندازه تتا فوروارد از ریسک خونسا رابطه نزدیکی با هم دارن دیگه، یعنی تابع چگالی دارن که خودش بر حسب همین پی هست. اما به هر حال به این صورت محاسبه میکنه این رو که این عبارت خب وقتی پی بیشتر از کا باشه مثبت، در غیر این صورت صفره. اون دقت بکنید، یادآوری کنید که پی تتا و تی تابعی از آر تتا میشه اینجا، در واقع این میشه دیگه دقیقاً طبق فرمولی که اینجا داشتیم. جاهایی که آر تتا هایی که این عبارت بیشتر از کا بشه دقیقاً میشن آر تتا هایی که از یه آر استاری کمترن، که اون آر استار جاییه که این مساوی میشه و آر استار میشه اینجوری نوشت. بنابراین بر حسب آر استار میخوایم فرمول رو از اینجا به بعد بیان بکنیم. پس سی صفر رو اولا جاهایی که آر تتا بیشتر از آر استار هست بی اهمیت میشه، چون این صفر میشه، امید تو امید تأثیری نداره. پس یه دونه تا مشخصه آر تتا کمتر از آر استار اینجا میتونه ضرب بکنه توی این. و بعدش دیگه این علامت پلاس رو میتونه برداره و اینو دو قسمت کنه، پی تتا و تی منهای کا. اینو قسمت پی تتا و تیش هست، اینم قسمت منهای کاش هست، که من کارشون ثابته میاد بیرون و امید تا مشخصه میشه احتمال. بنابراین پی تتا آر تتا کمتر از آر استار رو باید اینجا حساب بکنه، که حالا در واقع باز اینجا میاد یه تغییر اندازه میده. این تغییر اندازه خیلی چیز مفهومی پیچیده ای نیستن، چون همشون با یه تابع چگالی ساده ای داده میشن. اندازه پی تتا رو تبدیل میکنه به یه اندازه با نماد پی تتا و تی، که تابع چگالیش به این صورت هست. این کارو میکنه که در واقع این امیده تبدیل به یه احتمال نسبت به یه اندازه ای بشه. بنابراین پس الان دو تا چیز رو باید حساب بکنیم، یکی این احتمال است، احتمال آر تتا کمتر از آر استار تحت اندازه پی تتا، یه دونه همون احتمال تحت همون پیشامد تحت احتمال پی تتا و تی. و البته این امید هم باید حساب بکنیم، که این چون یه تابعی از آر تتا هست اینم خیلی چیز سختی نیست. و
حالا اینجا از یه واقعیتی که قبلا داشتیم استفاده میکنه. این فرایند تحت پیتتا مارتینگل هست و در نتیجه این عبارتی که توی مخرج هست، یعنی این ای تتا پی تتا و تی، یا در واقع همین عبارت، این رو در واقع میشه نوشت نسبت پی صفر و تی به پی صفر و تتا. بعد خلاصه حرف این که در واقع این فرمول تبدیل به همچین چیزی میشه، پی صفر و تی در این احتمال منهای کا پی صفر و تتا در این احتمال، که این دوتا رو باید حساب بکنیم. که همونطوری گفتم محاسبه این دوتا در واقع شبیه محاسبه مربوط به پی، توزیع این آر تتا تحت اندازه پی از ابتدا ما دیدیم که شناخته شده است، شده یه توزیع خی اسکوئر. تحت اندازه پی استار هم دیدیم، چون اس دیش فقط یه تغییر کوچیک میکنه، بی تبدیل به بی استار میشه، پس بازم یه توزیع خی اسکوئر با یه سری پارامترهای دیگه خواهد شد. حالا اینجا تو تمرین 39 به طریق مشابهی نشون میده که تحت اندازه پی تتا هم همینطوره، یعنی تحت اندازه پی تتا هم با این پارامترها اگر تعریف بکنیم، باز توزیع آر تتا، حالا تقسیم بر این پارامتر ال، تحت پی تتا هم یه توزیع خی اسکوئر با انقدر درجه آزادی میشه و با این پارامتر زتا، و در نتیجه باز توزیع شناخته شده ای هست. پس ما برای اینکه بتونیم این احتمال رو حساب بکنیم، باید بریم ببینیم توزیع خی اسکوئر چقدر احتمال داره که کمتر از یه آر ستاره باشه، که این میشه چی؟ میشه تابع توزیع تجمعی خی اسکوئر. و هر دوشون، یعنی هم تحت اندازه پی تتا و تی و هم تحت اندازه پی تتا، چون اینا فقط با یک ثابتایی با هم اختلاف دارن، همه توی معادلهای سی آی آر صدق میکنن و در نتیجه توزیعشون خی اسکوئرد میشه. بنابراین اینجا دو تا تابع توزیع خی اسکوئرد با پارامترهای مختلف فقط داریم و این میشه فرمول قیمت اختیار اروپایی. اگر دقت کنین خیلی شبیه فرمول بلک شولز، فقط با این تفاوت که به جای تابع توزیع تجمعی نرمال توش تابع توزیع تجمعی خیدو اومده، خی اسکوئرد اومده. و این هم بازی نقطه قوتی برای مدل سی آی آر هست که قیمت آپشن اروپایی رو توش میشه به صورت صریح مثل فرمول بلک شولز براش فرمول به دست آورد. این هم یک مزیتیه که بسیاری از مدل ها ندارن. و آخر سر هم اینجا یه نکته اشاره میکنه که هم مدل واسیچک و هم مدل سی آی آر متعلق به یه خانواده ای از مدل ها هستن که بهشون میگن مدل های افاین، مدل های آفین، که این ویژگی رو دارن که در واقع ضرایب مدل تابعای آفینی هستن، این تابعای درجه یکی هستن بر حسب آر، ضرایب همون اس دی ای که آر رو به ما میده. و خانواده کلیتر افاین ها که این خاصیت رو دارن هم در خیلی از جهات مشترک هستن و بسیاری از فرمولا مثل قیمت اختیار و قیمت برق قرض و اینها قابل محاسبه هست توی همه مدل های آفین. بسیار عالی، پس این هم مدل سی آی آر. خب حالا وارد بخش جدید میشیم که در این بخش یک مدل باز هم جدید برای در واقع نرخ بهره ارائه میشه، که این هم مدل معروفی از مدل هیت یا رو مورتون که به اختصار میگیم HJM بهش. و این مدلی هست که با دو مدل قبلی از این جهت متفاوتی که کلن چارچوب جدیدی برای در واقع قیمت اوراق قرض ارائه میکنه و چارچوبش متفاوت هست از هر دو مدل واسیچک و مدل CIR. همونطور که اون موقع اشاره کردیم، در واقع نقطه مشترک اون دو مدل قبلی این بود که در هر دو مدل نهایتا اون قیمت های اوراق قرض بدون کوپن تابعی می شدن از نرخ بهره لحظه‌ای آرتی، و این رو به عنوان یک نقطه ضعف از این مدل ها در واقع برمی شمره اینجا و میگه که مدل در واقع HJM این برتری رو داره که اینطور نیست. در واقع چارچوبی که ارائه میده برای این قیمت ورق قرضه، به جای اینکه فقط به یک نرخ لحظه‌ای وابسته باشه، به نوعی به همه نرخ‌های در واقع بهره آینده وابسته هست. منتها لازمش معرفی یک مفهوم جدیدیه به اسم
forward instantaneous interest rate یا به عبارت دیگه نرخ بهره لحظه‌ای آتی که با اف تی او اس نشونش میده و این اف تی او اس قرار نشون دهنده پیش بینی بازار از نرخ بهره لحظه‌ای زمان تی در زمان اس باشه، یعنی در واقع اف تی او اس که اس کمتر مساوی تی هست نرخ بهره لحظه‌ای آتی که گفتیم قرار مفهومش همچین چیزی باشه، پیش بینی بازار از نرخ بهره لحظه‌ای زمان تی در زمان اس، یعنی این پیش بینی در زمان اس قبل از تی داره انجام میشه. یه همچین مفهومی از اف تی او اس باید در ذهن داشته باشیم. بنابراین در چنین بازاری طبیعیه که قیمت ورق قرضه به نوعی باشه ای به توان منفی انتگرال همون نرخ بهره لحظه ای از زمان تی تا تی. اینو مقایسه کنید با چارچوبی که در واقع مدل‌های واسیچک و CIR بود. این رو داشته باشیم و اون چه که در مدل واسیچک و CIR داشتیم در واقع رابطه اساسی بله این رو که توی این مدل به جای اون تابع اف تی او اس ما از همون آر اس استفاده میکنیم، منتها آر اس نامعلومه، یک اتفاقی در آینده است. بنابراین بعد از محاسبه این اکسپوننشیال اونو شرطی میکردیم به اف تی که یک تابع ادپتد به دست بیاد. حالا تو مدل اچ جی ام که در واقع از این چارچوب پیروی میکنه، خود به خود اگه فرض کنیم که اف تی او اس سازگاره نسبت به اف اس، یعنی این که اف تی او اس اف اس اندازه پذیره، در اون صورت خود به خود این چیزی که به دست میاد اف تی اندازه پذیر خواهد شد. خب حالا ببینیم نتایج این چارچوب جدید چی هست. اینجا حالا از جهتی مدل درجه آزادی بیشتری داره چون ما یه تابع دو متغیره رو باید تعیین کنیم تا مدلمون تعیین شده باشه و این تابع اف تی او اس رو که البته یه ارتباط مشخصی هم با همون آر تی داره، اف تی و تی میشه نرخ لحظه‌ای زمان تی پیش بینی شده در زمان تی، خب طبیعتاً باید بشه همون نرخ لحظه‌ای آر تی دیگه. پس یه جورایی با داشتن اف تی او اس اون آر تی چارچوب قبلی رو میشه به دست آورد. ولی به هر حال یه فرض دیگه هم غیر از این که میذاریم این هست که این اف تی او اس یه تابع پیوسته باشه من فکر میکنم که آرگومان های تی او اس رو با این چیزی که تو کتاب گفته جا به جا گفتم، در واقع این باعث شد که من به اشتباه بیفتم. اینجا فهم کنم اینو کتاب اشتباه گفته، این تی کمتر مساوی اس هست چون اینجا همونطور که میبینیم اف تی و تی بزرگ رو گرفته، بنابراین این پس اشتباهه. اینجا هم انتگرال اگه دقت کنید اسمون از تی کوچیک بزرگتر هست، پس این در واقع پیشبینی بازار از نرخ بهره لحظه‌ای زمان اس هست پیشبینی شده در زمان تی. این شکلی بنویسیم، نرخ بهره لحظه‌ای زمان اس پیش بینی شده در زمان تی. پس اینجا اینم باید به این صورت بنویسیم که اس بزرگتر مساوی تی هست، بنابراین
این در واقع سازگار نسبت به اف تی میشه. حالا حالا برای اینکه مدل رو تعیین کنیم، پس ما باید این تابع دو متغیره اف رو مشخص بکنیم. از جهتی کار پیچیده تر میشه از چارچوب قبلی، چون اونجا فقط یه آرتی یه متغیره رو باید مشخص میکردیم. و خب اینجا یه همچین مدل کلی رو قرار میده، میگه فرض کنیم یک SDE داریم برای F، حالا به فرم انتگرالی شو نوشته که حالا میشه فرم دیفرانسیلیش رو هم نوشت که از جهتی ساده تر هست، در واقع دی اف تی و تی میشه آلفا تی و تی دی تی به علاوه بتا تی و تی دی دبلیو تی. پس اگر دو تا خانواده از تابعای دو متغیره آلفا و بتا رو داشته باشیم که اینا دیگه تابعای دترمینیستیک هستن، برخلاف اف که تصادفی هست، این دوتا خانواده از تابه ها رو داشته باشیم، اون وقت این SDE به ما در واقع اون فرایند تصادفی F T و T رو میده که بعد از روی اون فرایند تصادفی قیمت ورق قرضه بدون کوپن به دست میاد. بله، حالا اینجا میخواد چک کنه که این مدل چجوری قابل تبدیل هست به چارچوب قبلی، یعنی اینکه اون اندازه بدون ریسک، یعنی اندازه ریسک خونسا چی میشه اینجا، و در واقع آیا اون فرض H که میگفت قیمت ورق قرضه تحت وقتی تنزیلش کنیم تحت اندازه ریسک خونسا مارتینگل هست، برقرار هست یا خیر. برای اینکه به این برسیم، این انتگرال رو اسمش میذاره ایکس تی، یه زمان سررسید تی بزرگ فیکس میکنه. میخوایم اینو ما فرمول براش به دست بیاریم، مقایسه کنیم با فرمولی که قبلا داشتیم. اینو پس اسمش میذاریم ایکس تی. بنابراین پی تی و تی میشه ای به توان ایکس تی طبق تعریف، و حالا ایکس تی رو میاد به این صورت مینویسه، میخواد این اس دی ای که برای اف داریم رو جایگذاری کنه اینجا. ایکس تی خب یه دونه اف اس او اس کم و زیاد کرده اینجا، و این کار رو به این دلیل کرده که بتونه این تفاضل رو در واقع به شکل انتگرالی بنویسه، خود این تفاضل رو از این فرم انتگرالی استفاده کرده، یعنی در واقع از همین رابطه دیفرانسیلی شما اگر که انتگرال بگیرین میتونید بگید که F اینجا حالا T و S داریم، S و S منهای F T و S میشه انتگرال از S تا T آلفا، حالا اینجا گذاشته V و S دی وی به علاوه انتگرال استاتی بتا وی و اس دی دبلیو وی، که این رابطه که اینجا داریم شده انتگرال دوگانه شده، بعد اینا رو جدا کرده سه تا انتگرال شدن و جابجایی انتگرال ها رو انجام داده، یعنی انتگرال اول نسبت به وی بوده بعد اس، اینجا کرده اول اس بعد وی، اینجا هم همینطور، و نهایتاً این دقت کنید یه ایکس صفر هم اینجا اضافه کرده که این انتگرال از منهای تی کوچیک تا تی بزرگ بوده، ایکس صفر میشه انتگرال از صفر تا تی بزرگ، اینو نوشته ایکس صفر به علاوه یه انتگرال از صفر تا تی کوچیک، این به این صورت در واقع به دست اومده، و یعنی اینجا البته یک کم دقت بیشتری باید کرد، از اینجا به اینجا کاری که میکنه اینه که
این چیزی که اینجا نوشیم x t دیگه. ببینید همه انتگرالاش از t کوچیک تا t بزرگه. اگر ما x صفر رو بنویسیم همه همین انتگرالا میشن، فقط میشن از صفر تا t بزرگ. پس ما میتونیم x t کوچیک رو بنویسیم x صفر به علاوه همون انتگرالا منتها از صفر تا t کوچیک. پس نکته خاصی خیلی نداره، فقط بالا پایین انتگرال رو باید دقت کنیم که داره کم و زیاد میشه. بنابراین پس به یه همچین رابطه میرسیم. میخوایم یه کاری کنیم که یک SDE برای X به دست بیاریم. حالا اینجا الان چون دیگه انتگرال شدن از صفر تا T میتونیم D بگیریم. کل این رو میخوایم بگیریم یه تابه و همینطور این رو. و بنابراین D که بگیریم این انتگرال بیرونی ها حذف میشه، انتگرال صفر تا T، و یه هم چیزی میشه DXT میشه، این هم که حذف میشه میشه F T و T. این به خاطر اینه. منهای این انتگراله به خاطر اینه و بعد منهای این انتگراله دی دبلیو تی. پس ما رسیدیم به یه اس دی برای ایکس تی. یادمون هم باشه که ایکس تی در واقع ای به توان ایکس تی میشد هم قیمت ورق قرضه. حالا بنابراین اگر فرمول ایتو رو برای دی پی تقسیم بر پی بزنیم، یعنی برای ای به توان ایکس تی فرمول ایتو بزنیم، این دی پی تقسیم بر پی همچین رابطه‌ای پیدا می‌کنه که دی ایکس تی و دی ایکس تی که میشه این قسمت به توان دو یه دوم هم که داره این میشه، بعد این دی ایکس تی هم که خب میشه این قسمت دی تی و یه دونه هم منهای این دی دبلیو تی، که تا حدودی در واقع رسوندیم ما به چی این رابطه رو کپی کنیم و مقایسه کنیم با اون چیزی که قبلا داشتیم، این رو مقایسه کنیم با اینجا. بله این رو مقایسه کنیم با این رابطه. بنابراین میتونیم بگیم که این قسمت باید بشه این پرانتز و اینم باید بشه همین سیگما با منفیش. پس اینجا حالا دوباره برگردیم، بله اون سیگما رو که نوشته این شده، همین این قسمت بود و اون قسمت دیگه هم با توجه به این نکته که گفتیم این همون آرتی هست، بنابراین این با این یکی میشه این قسمت و در نتیجه این قسمت باید بشه این قسمت که این رو هم نوشته. پس ما یه رابطه پیدا کردیم بین این آلفا و بتایی که تو مدل HJM هست و اون ولاتیلیتی و ریسک پریمیومی که در مدل CIR و مدل واسی چک در واقع بود. یه تناظری بین این دوتا چارچوب بنابراین ما پیدا کردیم و در نتیجه خود به خود اون فرض H هم تضمین میشه. خب بنابراین پس از این رابطه در واقع اینو میاره اون طرف و این انتگرال رو در واقع این سیگما تی رو اینجا جایگذاری کرده با انتگرال بتا و در نتیجه به این رابطه رسیده که حالا دیگه نسبت به تی بزرگ مشتق میگیره از دو طرف. این طرف مشتقش میشه آلفا تی و تی بزرگ. اینجا چی میشه؟ اینجا یه دونه مشتق از این که بگیره یه دو با اون یه دومه میره، میشه بتا تی و تی بزرگ ضرب در انتگرال بتا. منهای از این هم که مشتق بگیره نسبت به تی بزرگ، این چون تی کوچیکه ضریب ثابته، میشه همون بتا تی و تی بزرگ ضرب در کیو تی. پس در واقع به یه همچین رابطه ای بین آلفا و بتا و کیو میرسیم، یا به عبارت دیگه مثلا از این رابطه میشه کیو رو همون ریسک پریمیوم رو بر حسب اون آلفا و بتا مسئله به دست آورد. و حالا معادله دیفرانسیل اف رو با
با توجه به این رابطه میگه که این شکلی میشه نوشت. آها، اینجا داره تبدیلش میکنه در واقع به بر حسب W tilde. در واقع یادمون باشه که این معادله بر حسب F بود، بر حسب W بود، یعنی حرکت براونی استاندارد اصلیمون که ما به فرم دیفرانسیلیشو که نوشتیم در واقع همچین چیزی شد. و بعد برای اینکه اینو تبدیل بکنیم به اندازه ریسپانس ها، منهای در واقع کیو تی دی تی باید میکردیم اینو، که حالا این کار رو اگر انجام بدیم در واقع دی اف تی و تی میشه یه دونه آلفا تی و تی به علاوه کیو تی دی تی به علاوه بتا تی و تی دی دبلیو تی لات، که حالا اینجا باید منجر به این بشه. حالا ببینیم آیا واقعا هست یا نه. این قسمت دی دبلیو تیل داشت که درسته، اینه. این قسمت در واقع احتمالاً از رابطه بالا به دست میاد، آلفا به علاوه کیو اگر بشه، بله دیگه این رابطه بالا رو اگر شما به علاوه کیو تی بکنید، یه به علاوه عذر میخوام، اینجا چون یه دونه بتا هم ما داشتیم، اینجا میشه به علاوه کیو تی در بتا تی و تی. در نتیجه این دوتا با هم وقتی که بل این میشه همین جمله ای که اینجا هست، کیو تی ضرب در بتا که با این جمع بشه میشه این جمله بتا ضرب در انتگرال بتا. بنابراین پس به یه همچین رابطه ای برای دینامیک اون F T O S بر حسب W tilde میرسیم، که نکته جالبش اینه که اصلا به فرآیند آلفا ربطی نداره، همون اتفاقی که تو مدل بلک شولز میافتاد و نرخ در واقع رشد لحظه ای سهام توی نهایتا اندازه ریسک خونسا اصلا تأثیری نداشت و ظاهر نمیشد اونجا. بنابراین اگر بخوایم در واقع تحت اندازه ریسک خونسا ما مدل رو تعیین بکنیم، فقط باید بتا رو تعیین بکنیم، یعنی اسپسیفای کردن مدل لازمش اسپسیفای کردن بتاه، که بتا رو حالا یکی از مدلایی که در واقع پیشنهاد میشه به صورت یه تابع دترمینیستیکی از F هست، که در اون صورت اون وقت این تبدیل به SDE برای F خواهد شد. البته چیزی پیچیده تر از یه SDE، یه جور معادله دیفرانسیل انتگرال تصادفیه، چون که هم توش مشتق F هست و هم انتگرال F، یعنی این که یه جور معادله تصادفی خاصی هست، از نوع SDE های کلاسیک نیست این معادله، که بعد این در واقع توسط خود این سه نفر هیتیارو و مورتون بررسی شده، وجود جواب این معادله و تو این قضیه بیان میکنه که حالا تحت شرایطی که اون تابع سیگما لیپشیتس و کراندار باشه برای هر شرط اولیه Fی در واقع این دستگاه 622 معادله 622 دارای جواب هست، جوابی داره FTOT که فرایند ادپتد هست. پس اگر بخوایم جمع بندی کنیم، شما هر فرایند QT انتخاب بکنید، در واقع یعنی داستان از تابع سیگما شروع میشه، شما برای تابع سیگما مشخص میکنید تابع دترمینیستی، بعد این معادله رو حل میکنید، از این معادله F رو در واقع به دست میارید. وقتی که F رو به دست آوردین، حالا
برای هر تابه هر ریسک پریمیوم کیوی، برای اینکه اون آلفا رو به دست بیارین، رابطه آلفا و بتا و کیو این رابطه بود دیگه. بتا رو که داریم چون سیگما و اف رو داریم، بنابراین ما باید یک آلفایی به دست بیاریم که در واقع آلفا رو به این صورت تعریف میکنیم. آلفا رو بر حسب بتامون که این هست و کیو میتونیم به دست بیاریم و در نتیجه مدل به طور کامل تعیین میشه. و اینجا هم این نکته رو دوباره اشاره کرده که قانون پی استار در واقع فقط به تابع سیگما بستگی داره و نه به آلفا یا چیز دیگه. یه نکته دیگه هم که اینجا اشاره کرده این هست که اگر سیگما عدد ثابت باشه، یعنی این تابع سیگما گرفتیم عدد ثابت باشه، اون وقت ولاتیلیتی که تو قیمت زیرو کوپن باند هست دترمینیستیک میشه. اینجا در واقع اگر دقت کنین ولاتیلیتی ما این انتگراله بود دیگه، اگر سیگما یه عدد ثابت باشه این میشه انتگرال سیگما، دترمینیستیک میشه. وقتی این دترمینیستیک میشه ما میافتیم در رده مدل هایی که توی ریمارک، این ریمارک که اینجا اشاره کرده قبلا بررسی کرده بودیم که وقتی بود که در واقع اون ولاتیلیتی دترمینیستیک باشه، که توی اونها دیدیم که میشه به صورت اکسپلیسیت در واقع قیمت آپشن ها رو محاسبه کرد و در نتیجه مدل های خوبی هستن. خیلی خوب، این هم از این. این بخش رو هم با اینکه مثال جالبی هست اما چون وقتمون محدود هست دیگه درس نمیدیم و فصل 6 هم اینجا به پایان میرسه. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.